بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 5 و 30 رو پی میگیریم. اما در آغاز سرخط این مجموعه. حمله مخالفان مسلح بر مساجد دشمنی آشکار با دین اسلام است. رئیس جمهور غنی حمله مخالفان مسلح بر مساجد و اجتماع عالمان کشور را دشمنی آشکار با دین اسلام دانسته است. انتقاد بدخشانیان مقیم کابل از حکومت. بدخشانیان مقیم کابل میگویند که حکومت اراده قوی برای از میان برداشتن لانه های حراس افغانی در این ولایت ندارد. بعد دیدار براک اوباما رئیس جمهوری امریکا با ولیعهد عربستان سعودی. رئیس جمهوری امریکا گفته است که در نشست کمپ دیوید درباره وضعیت یمن به آتش بس در این کشور مذاکره خواهد شد. امروز پنجشنبه 24 ثور سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه می سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 5 و 30 با من محمد سجاد یوسف. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور روز گذشته با جیمز استالتنبرگ سرمنشی ناتو دیدار و گفتگو کرده است. سرمنشی ناتو بحث های نشست وزرای امور خارجه ناتو در مورد افغانستان را مؤثر خوانده و از توافق این نشست در پیوند به حضور دوامدار و ادامه همکاری های ناتو به افغانستان خوشبینی کرده است. همچنان وزیر امور خارجه کشور توافق روی حضور دوامدار و ادامه همکاری ناتو در افغانستان را امیدوار کننده خوانده و از مشارکت قوی ناتو و جامعه جهانی قدردانی کرده است. همچنان وزیر امور خارجه کشور پس از اشتراک در نشست وزرای امور خارجه ناتو در شهر آنتالیای ترکیه با مارتین لایتگارد وزیر امور خارجه دانمارک و ایگور گرناداک وزیر خارجه بوسنیا گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه دانمارک از توافق این نشست روی حضور دوامدار و ادامه همکاری های ناتو در افغانستان اظهار خرسندی کرده است. در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور از همکاری های مؤثر دانمارک و بوسنیا به افغانستان و نیز از تعهد آن کشورها برای ادامه این همکاری ها قدردانی کرده است. وزیر امور خارجه کشور همچنان در مورد دستاوردهای یک دهه و برنامه های آینده حکومت افغانستان در بخش سیاست خارجی، انکشاف اقتصادی و تلاش ها در جهت صلح گفتگو کرده است. رئیس جمهوری کشور حمله مخالفان مسلح بر مساجد و اجتماع علمای کشور را دشمنی آشکار با دین اسلام دانسته است. او حمله تروریستی بالای مسجد جامع لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را محکوم کرده و عاملین آن را جنایتکاران گفته است که به هیچ دین و آیین پابند نیستند. این در حالی است که در حمله مسلحانه شام روز چهارشنبه به یک مهمانخانه در پایتخت کشور دست کم 11 نفر کشته شدند که 5 تنشان اتباعی خارجی بودند. حفیظ الله سالنگی گزارش دارد. مردم افغانستان از چندین سال بدین سو قربانی عملات تروریستی بودند. این عملات جان ده ها هزار افغان به ویژه کودکان و زنان را در کشور گرفته است و نوز هم این عملات امروزه از مردم افغانستان قربانی می گیرند. اشرف غنی رئیس جمهور کشور جنگ در افغانستان را تحمیل شده گفته است و افزوده است که مردم افغانستان به جنگ تحمیل شده تسلیم نخواهند شد. این در حالی است که روز چهارشنبه شماری از مهاجمان مسلح به یک مسجد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کردند. گفته می شود که در پی این حمله 10 تن شهید و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور حمله بالای مساجد و گردمایی عالمان دین را دشمنی آشکار با اسلام دانسته است. عالمان دین پیام‌آور صلح و برادری هستند. حمله بالای مسجدها و اجتماعهای عالمان دینی دشمنی آشکار با دین اسلام است. آنان که دست به این عمل می زنند جنایتکارانی هستند که به هیچ دین و آیین پایبند نیستند.
در همین حال در حمله مسلحانه شام روز چهارشنبه مخالفان مسلح به یک میمانخانه در کلول پشته شهر کابل مشمول 5 تبه خارجی 11 تن کشته شده و شماری نیز زخمی شده. گفته می شود که در میان کشته شدگان این حادثه یک آمریکایی و 4 تن هندی نیز شاملند. اما ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفته است احتمال دارد این عمله یک عمله سیاسی باشد. وی گفته است مهاجمان گمان می کردند که سفیر هند در این هتل است، اما آقای مسعود نگفته است که این عمله کار چی کسانی بوده است. طالبان نیز مسئولیت این عمله را به دوش گرفتند. در همین حال نارندارا مودی نخست وزیر هند نیز به دنبال این رویداد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور صحبت تلفنی کرده است و نسبت به این حمله تروریستی ابراز تأسف کرده است. ما از این حمله تروریستی ابراز تأسف میکنیم. زمانی که مسئله مبارزه با تروریسم مطرح است، افغانستان و هند یکی است و در امر مبارزه علیه راسفگنی یک جا حرکت میکنیم. مقام های امنیتی گفتند مهاجمانی که به میمانخانه حمله کرده بودند به جلیقه انتحاری ملبس بودند و موفق به انفجار مواد امرای خود نشدند. این در حالی است که در نزدیکی محل حمله یک مجتمع بزرگ سازمان ملل، سفارت آلند و تعداد میمانخانه و دفاتر خارجی واقع است. حمله زمان اتفاق افتاده که کنسرت موسیقی محلی در این میمانخانه در حال برپایی بوده است. پلیس 54 تن که در این حمله گیر مانده بودند را نیز نجات داده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نسبت به قطع کمک‌های بین‌المللی به کمیسیون‌های انتخاباتی نگرانی می‌کند. به گفته مسئولان فیفا، شماری از کارمندان تکنیکی و مسلکی کارهایشان را در هر دو کمیسیون ترک کردند و شماری از کمیشنران و کارمندان کمیسیون‌ها اعتصاب کاری را آغاز کردند. حکمت پاینده مسئول نظارت پارلمانی این اداره روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شماره از کارمندان کمیسیون های انتخاباتی از لحاظ تکنیکی آموزش های فنی را فرا گرفتند و نباید گذاشته شوند که کارهایشان را ترک کنند. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که تمرکز آنان بیشتر روی اصلاح نظام انتخاباتی است و هر زمانی که حکومت نظام انتخاباتی را اصلاح کرد همکاری های جامعه جهانی دوباره با این کشور جلب می شود. در همین حال برخی از کارشناسان عملکرد ضعیف حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی و به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی را دلیل برای متوقف شدن کمک های بین المللی می دانند. ریاست امنیت ملی کشور از کشف یک مخفیگاه مهمات مربوط به شبکه حقانی در ولایت پکتیکا خبر می دهد. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است مخفیگاه مهمات در ولسوالی احمد آباد پکتیکا کشف شده است. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی این انبار مهمات در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشف شده است. در اعلامیه گفته شده است که از این مخفیگاه تعداد زیادی از مهمات مختلف و نو و لباس نظامی به دست آمده است. وزارت دفاع ملی میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته 86 تن از مخالفین مصالحه دولت کشته و 73 تن دیگر آنان زخمی شدند. به گفته مقام های وزارت دفاع ملی در جریان این عملیات دو سرباز ارتش ملی نیز شهید شده است. وزارت دفاع ملی با نشر اعلامیه گفته است در جریان این عملیات مقداری از جنگ افزار و اسلحه نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. تا هنوز مخالفین مصالحه دولت در این مورد چیز نگفته است. همایش در پیوند به بدامنی‌های بدخشان در کابل راه‌اندازی شده است. بدخشانیان مقیم کابل به دلیل گسترش دامنه ناامنی‌ها در این ولایت نشست را به منظور جستجوی راه حل‌ها و از میان برداشتن چالش‌ها در بدخشان راه‌اندازی کردند. اشتراک کنندگان این نشست حکومت را متهم می‌کنند که اراده جدی برای از میان برداشتن لانه های حراس‌افکنی در بدخشان را ندارد. شمار دیگر از اشتراک کنندگان دست حلقات خارجی را دخیل در پشت قضیه نامنی های بدخشان می دانند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیم. از 5 سال بعد این سو بخش های از ولایت بدخشان گواهی حملات مخالفان مسلح دولت بوده است.
در این مدت میان طالبان و نیروهای امنیتی درگیری‌های خونین به وقوع پیوسته که تلفات به هر دو طرف درگیری وارد کرده است. بدخشان از جمله ولایتی است که مرز مشترک با کشورهای خارجی دارد و به همین دلیل مورد توجه مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. گرچند دولت بارها و بخش‌هایی از این ولایت به هدف سرکوبی مخالفان حملات گسترده را راه اندازی کرد، اما این عملیات راه به جایی نبرد و طالبان بیش از گذشته در این ولایت تقویت می‌شوند. در حال حاضر بخش‌های بزرگی از ولایت بدخشان شاهد عملات مخالفان مسلح دولت است. گرچند باشندگان ولایت بدخشان از ظلم و تعدی طالبان به سطوح آمدند و از دولت خواستند عملیات وسیع را در این ولایت را اندازی کنند، اما این نگرانی به باشندگان بدخشان مقیم کابل نیز سرایت کرد. باشندگان ولایت بدخشان مقیم کابل میگویند که هرچند بدخشان در گذشته پایگاه مقاومت در برابر هراس افغانان بود، اما حالا این ولایت به مرکز اصلی دهشت افغانان تبدیل شده است. باشندگان ولایت بدخشان مقیم کابل میگویند که حدود 36 خانواده تروریستان در روستاهای خستک ولسوالی جرم لانه امن ایجاد کردند. به باور آنان اگر حکومت به وضعیت امنیتی توجه نکند، ممکن مناطق بیشتری در بدخشان به دست مخالفان سقوط کند. جمعاً در قریه خستک حدود 36 خانواده خارجی که عمدتاً تاجیک ها و ازبک های شناخته شده، اما چچینی ها و اویغورها و قزاق‌ها و کمی هم یکی دو فامیل از قرغیزها و شمول پنجابی‌ها که اونا با مردم رفت آمد و دیواره ندارن وجود دارن که سرجم نفوسشان با خانوادهایشان و اعضای خانوادهایشان حدود 101 تا 106 نفر حساب شده. اینها به ترتیب در قریه های مدرسه، یوز و ایروک، کشگک، نوک، دره بزرگ و پلر و دره خیلی که مربوط خستک می باشد خانه دارند و در همون خانه های خودشان زندگی می کنند. به همین بهانه نشستی در کابل را اندازی شده است. اشتراک کنندگان این نشست حکومت را متهم می کنند که اراده جدی برای از میان برداشتن لانه های هراس افغانی در بدخشان ندارد. نفوذ طالب از ولسوالی وردوج و ولسوالی جرم به یمگان، به شهدا، به یفتلها و ارغنجها و بالاخره به ساحات دیگه بدخشان این نفوذ انتشار کرد و با امروز شاهد حضور طالب در تقریبا 9 ولسوالی ولایت بدخشان هستیم. با امروز متاسفانه در یک وضعیت بسیار بحرانی و بسیار خطرناک قرار داریم که اگر توجه صورت نگیره ما ممکن است اگر ولسوالی ها را از دست ندیم اکثریت قرا و قصبات بدخشان ما از دست میدیم و مردم ما زیر بار شکنجه و ظلم تروریسم قرار میگیره. در این حال شماری از اشتراک کنندگان این همایش از حکومت میخواهند که برای سرکوبی طالبان در این ولایت تلاش کنند و شهروندان بدخشان را از شر تروریسم بین المللی نجات دهند. علت اصلی ناامنی های بدخشان در طی چند ماه اخیر که رویدادهای دلخراش را در واقع تظاهر ساخت، یک استراتژی پالیسی شده و یک استراتژی مدیریت شده میباشد که در واقع میشه گفت که یک معامله است که در بدل رسیدن به قدرت توسط دسته های نامری و توسط دسته های بیرونی سازماندهی شده. دولت مرکزی متاسفانه یا سرنگاری میکنه و یا اینکه دوست داره که مثلا بدخشان به عنوان یک مرکز امن در منطقه تبدیل شود. مسئولیت سنگینش رهبران حکومت وحدت ملی داره. باید اینها در رابطه با بدخشان یک تصمیم جدی و قاطع بگیرند و بدخشان را از این گودال بدبختی بکشند. تقاضای ما از دولت این است که اگر جلوی ناامنی را گرفته نتونه، یک روزی فرا خواهد رسید که مردم علیهشان قیام خواهند کرد، قیام هایی که بارها این مردم کردن و مردم بدخشان طبیعتا نمیتونن تحمل بکنن. این هم از ظلم و استبداد و شکنجه و هر روز برادران ما سرشان بریده میشه و شهید میشوند، خونشان ریختنده میشه. حالا با گذشت 5 سال از ناامنی ها در این ولایت، هنوز هم حکومت با راه اندازی عملیات های مقطعی نتوانسته که گلیم ناامنی در این ولایت را بردارد. حکومت نیز گفته است عملیات وسیع را در این ولایت برا می اندازد. دیده شود که این بار عملیات کارساز خواهد شد. سرپرست شهرداری کابل می گوید که در سال روان خورشیدی 160 کیلومتر جاده در شهر کابل قیر ریزی می شود. و گفته وی کار کانکریت ریزی جاده در منطقه کارت پروان آغاز شده است. طول این جاده فرعی 5 کیلومتر بوده و با هزینه بیش از 67 میلیون افغانی قیر ریزی می شود. در همین حال نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب
از باشندگان کارت پروان خواست در کنار حفاظت از جاده در امنیت محل زندگی با نیروهای امنیتی همکاری کنند. منیب شاهین با جزئیات بیشتر این خبر. شهرداری کابل به ادامه کنکرت وقت ریزی جاده ها در شهر کابل، این بار کنکرت چند جاده فرعی به طول 5 کیلومتر را در منطقه کارت پروان شهر کابل آغاز کرد. به گفته سرپرست شهرداری کابل، هزینه کنکرت این جاده های فرعی بیش از 67 میلیون افغانی می شود که از سوی بانک جهانی پرداخته شده است. سرپرست شهرداری کابل می گوید که تکمیل این پروژه 11 ماه را در بر خواهند گرفت. سرپرست شهرداری کابل همچنان تاکید می کند که در سال روان خورشیدی 160 کیلومتر جاده در شهر کابل کنکرت و قیریزی خواهد شد. انشاءالله به لطف و کرم خدای تعالی در این سال جاری ما به حدود بیشتر از 160 کیلومتر سرک ما در این شهر جور خواهد کردیم. گفته می شود که چند سال پیش این جاده به یکی از کمپانی ها قرارداد شده بود که با مزاحمت باشنده های این جاده روبرو شد و کار بازسازی آن تا کنون به تعویق انداخته شده است. شهرداری کابل هرچند از مردم محل می خواهد با کمپانی همکاری کنند، اما تاکید می کند که اگر این بار کسی مانع کار پروژه شد، پروژه را لغو خواهد کرد. شما که ما را همکاری نکنین در حفاظت از این ساحه، در پاکی از این ساحه، در سرسبزی از این ساحه، در ساختن از این پروژه، ما باز ناکام میشیم. ناکامی ما باز ناکامی شماست. معمیال میگم اگر خدای نخواسته باز کنم کسی اینجا بخیزه و چاقوکشی کنه و زورگویی کنه، من پروژه را بیخی پورا کنسل میکنم. من پیشوری نماینده خاص رئیس جمهور میگم باز دیگه که مرا گفته مردم مرام یک میلیون دلار کسبت من دیگه نمیام. خواهش من از شما برادر امیستک. از سوی هم احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از مردم محل میخواهد که در سرسبزی و نگهداری جاده با شهرداری کابل همکاری کنند. او همچنان از باشنده های کابل میخواهد که در تامین امنیت و سرخوردن با افراد مشکوک با نیروهای امنیتی همکاری جدی کنند. در قسمت نگهداشت سرک، در قسمت ای که پیشروی خانه های خود بتانند مسئله نظافتش هم رعایت بکنند و در قسمت سرسبزی و بلند بردن سطح سرسبزی در منطقه و همچنان ای که در پیشروی دکان های اگان دفعه دیده میشه که یکان چیزای اضافگی می سازن و این سبب عظیم شد که هم ترافیک با مشکل مواجه شد و هم خود سرک بدنمود بسازن. از این چیزا اگر احتراز صورت بگیره در مجموع این سرک که جور می شد به پول حکومت افغانستان سرک خود شماست و پول خود شماست. آرزومندی است که شما در حفظ این سرک ها و همچنان مسائل محیط زیست و سرسبزی منطقه توجه اعظمی مبذول بدن. این در حال است که مقام های شهرداری کابل از قرارداد این پروژه می خواهند تا کار را مطابق قرارداد و با کیفیت انجام دهد. به گفته مقام های شهرداری کابل، در صورتی که کار با کیفیت انجام نشود شرکت جریمه نقدی خواهد شد. و اما در خارج از کشور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار با ستایش از روابط دو کشور گفت: ما تلاش میکنیم با چنین رابطه در زمان بسیار چالش برانگیز ادامه دهیم. ولیعهد عربستان سعودی هم در دیدار با آقای اوباما گفته است که کشورش اهمیت ویژه برای روابط استراتژیک خود با آمریکا قائل است. مقام‌های سعودی گفتند که پادشاه عربستان به دلیل گشایش یک مرکز خیریه و همچنین اوضاع یمن به آمریکا سفر کرده است. آقای اوباما در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی گفت که در نشست کمپ دیوید درباره وضعیت یمن و آتش بس در این کشور مذاکره خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آمریکا در نشست کمپ دیوید با احتمال قوی پیشنهاد کمک‌های نظامی بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس را ارائه خواهد کرد. نارندرا مودی نخست وزیر هند برای یک سفر 3 روزه به چین سفر کرده است.
هدف از این سفر تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور است. آقای مودی در اولین مرحله از سفر خود وارد شانشی زادگاه شی جین‌پینگ شده است. قرار است نخست وزیر هند سپس به پکن و شانگهای سفر کند. آقای مودی امیدوار است در این سفر موافقت چینی ها برای سرمایه گذاری در هند را جلب کند. نخست وزیر هند ابراز امیدواری کرده است که این سفر به رفاه بیشتر برای ساکنان آسیا منجر شود. هند و چین به عنوان دو کشور پر جمعیت جهان هنوز هم بر سر خطوط مرزی خود در کوهستان‌های هیمالیا اختلاف دارند. و وضعیت سیاسی بروندی همچنان در حاله از ابهام است. یک روز پس از آن که بخشی از نیروهای ارتش این کشور کوچک در آفریقای مرکزی علیه دولت کودتا کردند، درگیری مسلحانه میان هواداران و مخالفان پیر انکرونزینزا رئیس جمهور این کشور شدت گرفته است. گزارش ها حاکی از آن است که کودتاگران کنترل فرودگاه پایتخت را در اختیار دارند و رئیس جمهور بروندی که برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای به منظور بیرون رفت از بحران اخیر به تانزانیا سفر کرده بود نتوانسته است به کشور خود بازگردد. در این درگیری ها بیش از 20 تن کشته شدند. تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا با حذف مدافع عنوان قهرمانی به دیدار پایانی لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. در دومین دیدار برگشت مرحله مجموعه خبری 53 بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.